به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. انفجار محتربم گزاری شده در غزنی، 27 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. به نقل از سلام وطندار، گندک محافظت عامه ولایت غزنی صبح امروز هدف یک محتربم گزاری شده قرار گرفت. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی با تایید این انفجار میگوید این حمله حوالی صبح در حوزه سیوم امنیتی شهر غزنی رخ داده است. به گفته آقای فقیری دقایق پس از انفجار صدای شلیک گلوله نیز از ساحه شنیده شده است. باز محمد همت رئیس شفاخانه غزنی میگوید که تا اکنون 21 کشته و 17 زخمی از محل رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. به گفته آقای همت تمامی قربانیان نظامیان. اما مسئولان ریاست صحت ولایت غزنی میگویند تا اکنون 27 کشته و 17 زخمی به آنها گزارش داده شده است. وزارت داخله نیز این حمله را تایید کرده و اعلام کرده است که یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در مسیر ولسوالی دیک ولایت غزنی انفجار داده است. تا اکنون جزئیات بیشتر در مورد این حمله در دست نیست. فرد یا گروه هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با نقل از اشت صبح، دفع حمله طالبان بر ولسوالی نسی، دو سرباز کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. پلیس بدخشان میگوید که حمله طالبان بر تصرف ولسوالی نسی این ولایت ناکام شده است. شورای ولایتی بدخشان میگوید که در پی حمله طالبان دو نیروی مرزی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان ولسوالی نسی شمار کشته شدگان را 6 تن و زخمیان را 3 تن گزارش دادند. سناولا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت که گروه طالبان روز یکشنبه 9 قوس یک رشته حملات تهاجمی را به هدف تصرف ولسوالی نسی اجرا کرد که به ناکامی انجامیده است. سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که در نتیجه این درگیری ها 7 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند که به نسبت مشکلات و نبود امکانات به مرکز ولایت انتقال داده نشدند. روحانی گفت که به گروه طالبان نیز در این نبرد تلفات سنگین وارد شده است و در حال حاضر جنگ خاتمه یافته و نیروهای امنیتی بر ساحه تسلط دارند. برخی از باشندگان محل از وارد شدن تلفات به نیروهای دولتی خبر دادند. ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید که دو نیروی سرحدی در این حمله طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. او در صحبت با روزنامه اشت صبح گفت که در این درگیری ها دو عضو گروه طالبان نیز کشته شدند. احمد شاب باشنده ولسوالی نسی بدخشان اما میگوید 6 تن از نیروهای امنیتی در حمله طالبان کشته شدند و 3 نیروی دیگر نیز زخم برداشتند. بدخشان در روزهای اخیر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان بوده است. هفته گذشته گزارش شد که ولسوالی مامه این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. طبق این گزارش طالبان بیش از 25 نیروی امنیتی را در این ولسوالی کشتند. چند روز پس از حمله طالبان به ولسوالی مامی، وزارت دفاع ملی از تصرف دوباره آن خبر داد. به نقل از اشت صبح، توافقات دوحه، هیئت دولت به دو اردوگاه تقسیم شده است. منابع آگاه از مذاکرات دوحه می گویند که توافق میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت طالبان روی کار شیوه نهایی شده بود، اما ارگ در آخرین لحظات همه چیز را به هم زده است. بر اساس معلومات منابع معتبر هیئت طالبان پس از چانه‌زنی‌های زیاد توافق کرد که همزمان با توافق نامه دوحه اعلامیه کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح خواست مردم افغانستان است. خواست سازمان ملل و اراده طرفین را به عنوان اساس مذاکرات بپذیرد. هرچند بیشتر اعضای هیئت دولت نیز با این موارد توافق کردند و حتی توافق نامه آماده امضا بوده است، اما ارگ در آخرین لحظات رئیس هیئت و یک فرد برجسته دیگر را به کابل فراخوانده و با این شیوه از توافق مخالفت کرده است. رئیس جمهور غنی از هیئت دولت خواستار اصلاح برخی از گزینه‌ها شده است. گفتنی است که پس از به هم خوردن این توافق طالبان پافشاری بر موازیشان در میز مذاکرات را بیشتر ساختند و در میان اعضای هیئت دولت نیز اختلاف نظرها شکل گرفته است. افزون بر این برخی از سازمان‌ها و کشورهای خارجی نیز از اقدام ارگ متاثر شده و گفتند
که برای تصمیم گیری در مورد صلح باید کار کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هر چه زودتر آغاز شود. این همه در حالی است که طالبان اعلام کردند روی کارشیوه 21 ماده‌ای مذاکرات در 17 ماه جاری میلادی میان دو طرف در حضور دولت قطر توافق شده است. هیئت دولت اما میگوید که مقدمه طرز العمل نیازمند بحث بیشتر است و توافق تنها پس از نشست عمومی و تایید دو هیئت نهایی می شود. پس از دو ماه چانه زنی بر سر کارشیوه مذاکرات بین الافغانی ارک در آخرین دقایق مانع امضای توافق حاصل شده میان هیئت‌های دولت و طالبان شده است. هیئت مذاکره کننده طالبان همزمان با آغاز مذاکرات تنها بر توافق نامه دوحه به عنوان مبنای مذاکرات تاکید داشت. هرچند اعضای هیئت مذاکره کننده دولت بارها گزینه‌های از جمله اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح را قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح را روی میز گذاشت، اما طالبان با آن مخالفت کردند. هیئت مذاکره کننده طالبان استدلال داشت که این گروه در بیشتر از موارد به ویژه اعلامیه کابل و واشنگتن نقش نداشته و لوی جرگه مشورتی نیز شکل سفارشی داشته است. از سوی هم هیئت دولت اعتقاد داشت که حکومت در توافقنامه دوحه نقشی نداشته است و آن را به تنهایی نمی‌پذیرد. سرانجام دو طرف به گونه غیر رسمی تایید کردند که مذاکرات با بنبست روبرو شده است. پس از جانزنی های دوامدار، هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان روی برخ از موارد برای تهیه کارشیوه توافق کردند. منابع آگاه از این مذاکرات به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان پس از روزها بحث و سرانجام با پادرمیانی امریکا، قطر و پاکستان حاضر شدند گزینه های هیئت دولت را بپذیرند. این گروه هم تصریح کرده است که باید در گزینه های ارائه شده اصلاحات اعمال شود. به گفته منابع، هیئت طالبان همزمان با توافقنامه دوحه از گزینه خواست مردم افغانستان در لوی جرگه مشورتی صلح تنها با خواست مردم افغانستان آن موافقت کرد، زیرا هیئت این گروه لوی جرگه مشورتی صلح را سفارشی خوانده است. افزون بر این، هیئت مذاکره کننده طالبان قطعنامه 1325 شورای امنیت را با درخواست سازمان ملل متحد تعدیل کرد و اراده طرفین را جایگزین اراده دولت افغانستان و گروه طالبان ساخت. بیشتر اعضای هیئت دولت پس از گفتگوها با این گزینه‌ها توافق کردند. حتی اعضای هیئت دو طرف به محض این کار در گفتگو با روزنامه 8 صبح تایید کردند که پیشرفت حاصل شده و بنبست شکسته است. منابع آگاه نیز تایید می‌کنند که هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف توافق کامل را حاصل کرده بودند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.